سلام کمیسکیل ختام. به نام خداوند بخشنده و مهربان. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. در این درس خدا خواسته باشد ما با شما حمزه و خیلهای آن را دیده می برایم. سوال: حمزه چند نمود می شود؟ جواب: حمزه دو خیل می شود. یکم حمزه قطع، یعنی حمزه ای که در وقتی خواندن کلمه را از کلمه جدا می کند. دویم حمزه وصل، یعنی حمزه ای که کلمه ها را با همدیگر پیوست می کند. بیایید با هم مثال این را در سوره اخلاص دیده می برایم. ببینید در آیت یکم سوره اخلاص این حمزه قطع می باشد، یعنی حمزه جدا کننده، و چنین خوانده می شود: بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد. ببینید کلمه الله را از کلمه احد این حمزه جدا کرد. و آیت دویم را ببینید که این حمزه وصل کننده، یعنی پیوست کننده می باشد: الله الصمد. این حمزه ای که شما دیده استاده اید این حمزه وصل می باشد، یعنی کلمه ها را وصل کرد، پیوست کرد کلمه الله و صمد را. اگر در اینجا بجای حمزه وصل حمزه قطع می بود ما چنین می خوندیم: الله الصمد. و چون در اینجا حمزه وصل آمده است ما کلمه الله را با صمد وصل کرده پیوست کرده می خوانیم: الله الصمد. سوال: حمزه در کلمه ها چی خیل و در کجا نویسته می شود؟ جواب: حمزه در بالای حرف الیف، در زیر حرف الیف، در بالای حرف یا و در بالای حرف واو و اینچنین در بالای حرف یایی که در بین می آید و اینچنین الوهیده نویسته می شود. سوال: حمزه چی آوازی دارد؟ جواب: خودی حمزه آواز ندارد، ولیکن حمزه این خدمت می کند برای حرکتی فتحه، حرکتی کسره، حرکتی ضمه یا سکون، یعنی آن حرکتی که در روی حمزه می آید همان حرکت خوانده می شود. اگر فتحه آید ا خوانده می شود، اگر کسره آید ای خوانده می شود، اگر ضمه آید او خوانده می شود، و اگر سکون آید در وقتی خواندن کمی ایستاده باز خواندن را دوام می دهیم. مثال در کلمه مؤمن، مؤمن. ببینید در بالای حرف واو حمزه با سکون آمده است: مؤمن، مؤمن. اکنون بیایید با هم مثال های حمزه را می خوانیم: احد، امر، اخذ، اجدر، اجر، قرأ، یقرأ، یأمر، یأخذ، مأمر، مأخذ، سأل، یسأل، این، این، إلا، إذا، إنا، إنما، إلا. عزیزان بیایید برای فهموتر شدن این درس سوره نصر را خوانده در آنجا حمزه قطع و حمزه وصل را میبینیم: بسم الله الرحمن الرحیم إذا جاء نصر الله والفتح. ببینید در کلمه إذا که در زیر الف حمزه آمد و در زیر حمزه کسره آمد به همین سبب ای رو می خونیم: إذا جاء نصر الله. ببینید در اینجا حمزه ای وصل آمد،
کی کلمه نصر و کلمه الله را پیوست کرده و خودش خوانده نشد. یعنی نصر الله، نصر الله نیو نصر الله میخونیم. برای خاطر این حمزه، این حمزه وصل پیوست کرد دو کلمه را. والفتح، ببینید والفتح، حرف واو را با کلمه الفتح پیوست کرد و خودش خوانده نشد. آیت دیگر، و رأیت الناس، ببینید و رأیت، در اینجا حمزه قطع آمد و جدا خوانده شد. و رأیت، و رأیت نیو و رأیت، و رأیت الناس، ببینید در اینجا حمزه وصل آمد، کلمه و رأیت را با کلمه ناس پیوست کرد. و رأیت الناس، دوامش، و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا، ببینید فی دین الله، در اینجا حمزه وصل آمد و کلمه دین را با کلمه الله پیوست کرد و خودش خوانده نشد. فی دین الله، فی دین الله نیو فی دین الله. و کلمه آخر افواجا، ببینید در اینجا حمزه قطع آمد و کلمه الله را از افواجا جدا کرد. و آیت آخر، فسبح بحمد ربک واستغفر، ببینید واستغفر، در اینجا حمزه وصل آمد و حرف واو را به کلمه بعدی پیوست کرد. واستغفر، انه کان توابا. اینها بودند مثال های حمزه قطع و حمزه وصل از سوره نصر. این بود پایان درس امروزه. منتظر درس های آینده باشید. وظیفه خانگی این مثال هایی که خواندیم در دفتر کاری خود نویسته باری دیگر آنها را تکرار کنید. در آخر دعا میکنیم که خداوند به شما آسان گرداند الفبای عربی را به آسانی آموخته به قرآن خوانی شروع کنید. و سلام بر آن شخصانی که راهی هدایت را پیش گرفتند.